هفتمین روز بهمن ماه برابر با 27 ژانویه سال 201 پیش از هجرت برابر با 422 میلادی، امضای قرارداد صلح معروف به مصالحه 100 ساله میان ایران و روم. ایران و روم به عنوان دو امپراتوری قدرتمند جهان باستان در طول حکومت خود به بهانه‌های گوناگون به متصرفات یکدیگر حمله می‌بردند و با امضای قراردادی به این جنگ‌ها خاتمه می‌دادند. یکی از جنگ‌های بین دو کشور که با حمله روم آغاز شد به بهانه آزار و اذیت مسیحیان ایران و نیز فرار برخی از آنان به روم به وقوع پیوست. در این حال پس از آن که مأموریت فرستاده پادشاه وقت ایران به بیزانس برای استرداد فراریان ناموفق ماند و امپراتوری روم نسبت به عقوبت فراریان در صورت بازگشت به ایران اظهار نگرانی نمود، لاجرم کار به جنگ کشیده شد و به حسب این روی کرد کارگران رومی در ایران به حبس افتاده و اموال آنها نیز توقیف شد. در این جنگ هیچ یک از دو طرف قادر به شکست طرف مقابل نبودند، اما در نهایت سردار رومی ضمن آتش زدن ادوات جنگی به خاک روم عقب نشینی کرد. گرچه ایران در این جنگ پیروز نشد، اما چهره لشکر شکست خورده نیز به خود نگرفت تا اینکه سپاه روم تقاضای مصالحه نمود. سرانجام قرارداد صلحی به مدت 100 سال بین دو طرف منعقد شد. بر اساس این قرارداد که به مصالحه 100 ساله شهرت یافت، مسیحیان در ایران و زرتشتیان در روم از آزادی عمل در اعتقادات مذهبی خود برخوردار شدند. همچنین امپراتوری روم موظف شد هزینه حفظ معابر ایران را در برابر طوایف مخالف بر عهده بگیرد. سال 1344 خورشیدی برابر با 1966 میلادی، الحاق ایران به قرارداد جهانی آزادی تبادل افکار یونسکو. از آنجا که قرن بیستم عصر آزادی اطلاعات نام گرفت و با از هم پاشیدگی موانع و ایجاد امکان ارتباط فرامرزی افراد با یکدیگر و جهانی شدن اقتصاد، فرهنگ، سیاست، جامعه در معرض ارتباطات بیشتری قرار گرفت و پیش از این چنین امری تا این اندازه سابقه نداشته است، یونسکو به عنوان نهاد بین المللی عهده‌دار این مسئولیت شد. ایران نیز با پیوستن به این قرارداد سعی کرد خود را در مسیرهای مختلف اطلاعاتی قرار بدهد. سال 1355 خورشیدی برابر با 1977 میلادی، در گذشت مجتبی مینوی، نویسنده، محقق و مترجم ایرانی که در تهران به دنیا آمد. او در مجلس شورای ملی به سمت تون نویسی رسید و از آن پس به ریاست کتابخانه ملی برگزیده شد. مینوی پس از مدتی راهی پاریس شد و همراه با سید حسن تقی‌زاده، سیاستمدار دوران مشروطه، به لندن رفت. او در انگلستان به کار تألیف، تدریس و تعلیم پرداخت و به مدت 10 سال برای شبکه بی بی سی گفتار فرهنگی تهیه می کرد.